حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه انگلستان: مسائل حقوق بشری در ایران همچنان در قلب استراتژی بریتانیا در قبال ایران قرار دارد. ما نقض حقوق بشر را در فرصت‌های موجود مطرح می‌کنیم و همچنین از طریق سفارتمان در تهران و به طور مستقیم اینجا در لندن با مقامات ایران مطرح می‌کنیم. ما در پاسخ به تازه‌ترین سرکوب علیه اعتراضات بیش از 70 تحریم جدید اعلام کردیم و ما به کار با شرکایمان برای حسابرسی از ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی ادامه می‌دهیم. نیکولا ریچارد، عضو مجلس عوام انگلستان: سپاه پاسداران مسئول ارتکاب شدیدترین نقض حقوق بشر با 580 اعدام در سال گذشته و حملات شیمیایی به 90 مدرسه دخترانه در ماه‌های اخیر است. اندرو گوین، عضو مجلس عوام انگلستان: ما می‌دانیم که آنچه در ایران اتفاق می‌افتد جنایت است، اما همچنین می‌دانیم که رژیم ایران کارهای مشابهی را در سراسر جهان انجام می‌دهد، از جمله در اینجا در بریتانیا، جایی که آنها از سپاه پاسداران استفاده می‌کنند تا واقعاً به نوعی بر افرادی که در این کشور ایران را محکوم می‌کنند فشار بیاورند. پس چرا دولت آنچرا که افرادی از همه احزاب این مجلس می‌خواهند و آن لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران است انجام نمی‌دهد؟ این امر در حال حاضر ضروری است. توییت عفو بین‌الملل: مردان کرد ایرانی، پژمان فاتحی، وفا آذربار، محمد فرامرزی و محسن مظلوم از ژوئیه 2022 به زور ناپدید شدند و در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و محاکمه ناعادلانه و مجازات اعدام قرار دارند.